أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غالباً الشرع ما يعين، أما إذا عين إن الحكم إلا لله ماكو فرق. بله. این مسئله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن، چند بار سالهای گذشته خیلی مشروح و مفصل صحبت شد. یک کتاب هم یکی از علما در این زمینه نوشته که قریب 200 یا بیشتر روایت و شواهد است فرمایش های فقها جمع کرده که در مستحبات عموماً توسعه هست، در زمان، در مکان، در شرایط، که هر چی مستحبی در حدی که متشرعه توسعه را میپذیره. یعنی فرض کنید نماز اول ماه نخوند، شب دوم ماه میخونه، بخونه روز دوم ماه، سوم ماه، اما 15 ماه نماز اول ماه بخونه، ممکنه بگیم نه. خلاصه قدری که ارتکاز متشرعه میپذیره توسعه هست در مستحبات. وقت یک شواهدی هم یه وقتی یادم یه ماه مبارک بود، شب جلسه یک ساعت چند شب پشت سر هم این صحبت شده، ادلهش ذکر شد. لذا در مستحبات مطلقا توسعه هست، مگه یه جای دلیل خاصی باشه، یه اجماعی، یه ارتکاز متشرعی، یه شهرت عظیمی اگه باشه. اگه نه چه اشکال، غسل جمعه رو جمعه نکرد تا جمعه دیگه هر وقت نصب بکنه، چه اشکال داره؟ فقط اسمش اداس یا قضا، این جاهاش فرق میکنه. بله بله، اتفاقا این رو جماعتی تصریح کردن در نماز قفیله، اگه نتونست قبل عشا بخونه بعد عشا بخونه. نعم. اي ما قليل الماء بقطرة من الدم إذا كان قليلا يتنجس. لا لا، هذا فقط معفو في الصلاة، الأقل من درهم، حتى هذا في الصلاة فقط معفو في الصلاة. النجاسة في الصلاة في اللباس والبدن ولو بمقدار الرأس أبرة، هذا مانع عن صحة الصلاة، إلا الدم بمقدار الدرهم البغلي. ناس خاص، اكو ناس خاص. اي خو عن الائمه، اي امام يقول شيء هذا حجه مثل القران الكريم. لا لا، في زمن الائمه عندما رسول الله قال كتاب الله وعترتي، يعني اي واحد من المعصومين عليهم السلام ثبت انه قال شيء، هذا في الحجيه حكم القران الكريم. ليش؟
حتی غیر المسلمین لا يعلم. أمير المؤمنين قال إن الله لا يقبل توحيده والنبوة إلا بولاية بالولاية، كما لا يقبل توحيده إلا بالنبوة ولا يقبل توحيده والنبوة إلا بالولاية. لا لا لا، فقط في الدم، في الدم باستثناء دماء النساء، باستثناء دم نجس العين، باستثناء دم الحيوان المحرم اللحم، باستثناء هذني بمقدار الدرهم البغلي معفو في الصلاة. بل اتفاقاً این مسئله رو عروه داره تصریح به همین میکنه، غالباً هم فقها اشکال نکردن، تمام کفش رو میذاره روی پاش، یه لحظه میکشه کافیه، کل کف اشکال نداره، عروه داره این را. وجهش هم اطلاقاته. آها اشکال نداره، عرض کردم همین فرع را عروه داره، عروه الوثقا داره، فقها این بیش از 50 حاشیه در اختیار من هست، نه حاشیه نکردن مگر یکی دوتا، اونم احتیاط کردن. سببش هم یعنی دلیلش هم اطلاقات، دلیل گفته مس و امسح و ارجلکم، پاتون رو مس کنید، مس صدق میکنه. حالا چه رو انگشتای پا بذاره و بکشه، چه کل کف را رو کل ظاهر قدم بذاره، یه لحظه به یه ریزه بکشه. این حال تقاطری و فقه ها گفتن تو روایت نی، اما درسته، قبوله، چون اگه وقتی که وایساد دیگه ما المطر اسمش نی، این همین ما المطر باشه. و بعضی روایتش داره اذا جرا، وقت جرا یعنی جرا المطر از آسمون، که حتی ولو کم باشه، که بعضی فقها گفتن جرا یعنی جرا علی الارض، یعنی انقدر زیاد بیاد که چند قطره نباشه که جاری نشه رو زمین، که بعضی دیگه از فقها گفتن. این چون ظواهر حجته، آیا این جرا یعنی جرا المطر یا جرا علی الارض، کدومش ظاهر جراست؟ این اختلاف بین فقها. و اگر جرا علی الارض که اجماعیه اشکال نداره، اما اگر بارون کمه به جوری که زمین رو خیس کرد اما جاری نشد رو زمین، بعضی فقها ها اشکال کردن به خاطر اینکه شک کردن که جرا یعنی جرا علی الارض یا اون، و اقل و اکثر میشه قدر متيقنش اونیه که جرا علی الارض باشه که اقله. بعضی هم تصریح کردن که نه، حتی اگه چند قطره از آسمون اومد افتاد روی دست انسان، دست انسان متنجس بود یا روی لباسش یا روی زمین متنجس که عین نجاست نداره، گفتن طاهر میشه. جرا یعنی جرا المطر، نجرا علی الارض، بعضی اینجور گفتن. ظاهرا حرف بدی نیست. سلام علیکم و رحمت الله. گرچه خلاف احتیاطه. باشه باشه، یعنی به عرف بگید حضرت گفتن مطر جرا یعنی مطعم، اگه گفت المطر اذا امطره، همون هم موضوع تکرار کرده، گفتن نداشت یعنی لازم نبود گفتنش، نه اینکه اشکال داشت.
آها میگم اشکال نداره، هذا بعضی اشکال کرده، بحث بحث ظهوره. آخه گفتن وقتی که حضرت گفتن اذا جرا کلمه علی الارض از کجا ما بیاریم؟ اونایی که گفتن فقط جرا یعنی جرا المطر، بله لزومی نداشت گفتنش، اگه نمی گفتن همین بود معناش، اما گفتنش که اشکال نداره. همین اگر قدری بارون زیاد بود که رو زمین جاری شد اجماعی، آها این مثل کر میمونه مطهره، اما اگر یه چند قطره اومد قدری که زمین تر شد اما رو زمین جاری نشد، این اختلافیه. وجه اختلافش هم اختلاف برداشت فقها در استظهار از کلمه اذا جرا. بله این را پیدا نکرده مرحوم آش عباس رضوان الله علیه پیدا نکرده، اما مرحوم اخوی کتاب دارن رضوان الله علیه به نام الدعا و زیاره، سند این دعای عدیله را از امام معصوم تو اون کتاب نوشتن، ایشون یادم نیست اما از معصوم، ایشون توی الدعا و زیاره ببینید اینجاها هست، دعای عدیله رو ببینید نوشتن سندش. مرحوم آش عباس پیدا نکرده. نه در دعا و زیاره رو ببینید ایشون نقل میکنن، روایت داره. نعم نعم ای بدون واشهد بعد الشهاده الثانيه وان اي هذه روايه اكو روايه اكو بها على كل واحد يرجع الى مرجعه اللي يقلده، يعمل مثل واحد اللي يراجع الطبيب، هذا الطبيب فالشكل يقول هذا الطبيب فالشكل يقول، كل واحد يرجع إلى طبيبه. المراجع هذول خبراء في الأحكام الشرعية وأنظارهم هم مختلفة، مثل الأطباء اللي هم خبراء في الطب، ولكن فد مريض تودوا إلى طبيبين شكليا يوصفوا له. على كل على كل ملة أي على كل أنا نظري لأن هذه الرواية أكو وأن علي النعم الولي به رواية يرويها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه المصباح، على أثر تلك الرواية أنا قلت صحيح ما يخالف استحباب لا مو واجب، مثل السلام عليك أيها النبي اللي بالصلاة مو واجبة، مثل القنوت اللي بالصلاة مو واجب، مثل الصلاة على محمد وآل محمد اللي بالتشهد واجبة أما بالركوع والسجود مو واجبة حسب الدليل، بعضهم واجب بعضهم مستحب. نعم لا لا الرواية تقول بعد الشهادة الثانية بدون أن يكرر وأشهده يقول وأن علي نعم الولي، حسب الرواية الإنسان يمشي، يعني الرواية الإمام عليه السلام ما قال وأشهده نحن نتبع الأئمة عليهم السلام، قال وأن علي نعم الولي وأشهده مرة ثالثة بالتشهد بالرواية مو موجودة، حسب ما الإمام يقول رسول الله قال كتاب الله وعترتي حسب ما العترة قالوا. يعني لازم نتبع الأئمة بعد كتاب الله وعترتي، العترة ما قالوا وأشهده. أدري إذا العترة عترة القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كتاب الله وعترتي، لا بالقرآن موجود
غير هذه الصيغة ولا العترة قاله، احنا منين نجيب من عندنا؟ لا، كل شيء ما ذكروه لم يذكروه، إيه ما يخالف. أما إذا العترة الطاهرة ذكروا فتشي قالوا هالشكل لازم نتقيد، كتاب الله وعترتي. أي نعم. أي إذا يجري ما يجوز بلي بإشكال، أما إذا جاهل بالحكم ما يجري صلاته مو واضح. بأوصاني بالصلاة والزكاة في قرآن در بعض يوشن بله 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 روايات بله بله أما بعنوان النبوة نميمت في شهادة الزهرة میمد اخبار برای حضرت زهرا نقل میکرد و حضرت امیر علیه السلام مینوشتن اونها رو اینجور داره تو روایت. بله بله روایت داره. آیات قرآن تو روایات داره، ده ها روایت، یه تنزیل داره، یه تفسیر داره، یه تأویل داره. یه تنزیل یعنی اونجوری که به عنوان قرآن نازل شده، یه تفسیر داره که در از خود جبرائیل وقت آوردن قرآن کریم برای پیغمبر صلی الله علیه و آله بیان کرده، یه تأویل داره که خود جبرائیل اون تأویل رو هم ایضا برای پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی قرآن نازل کرده اون تأویل هم ذکر کرده. علی التنزیل نه تفسیر و تأویل اونجوری که نازل شده، علی التنزیل ظاهرش یعنی اینه، تنزیل و تفسیر و تأویل سه تا چیزه. بله نصف میشه. ببینید در احکام شرعی خدای عز و جل خدای دنیا و آخرت، وقت مراعات شده دنیا و آخرت با هم، وقت ما ملاکاتش رو نمیدونیم. وقتی که نمیدونیم آیا این چه اثری تو آخرت داره نمیدونیم، لذا وقتون یقینیه و امام معصوم علیه السلام فرمودن لذا گیری نداره، فقط ما نمیدونیم. مثل پزشکی که به مریض میگه از این قرص دوتا بخور، از این قرص اگه دوتا نخوردی چهار تا بخور. فرض کنید اگه پزشک اینجوری گفت، خب میگه چرا؟ میگه کار تو نیست، من پزشکم. یعنی پزشک اگر یک اینجور چیزایی گفت چطور مریض میپذیره؟ چون پزشک تخصصشه. آها، تو قرآن کریم هم داره ان الحکم الا لله، حکم مال خداست. وقتی که خدای عز و جل به وسیله معصومین علیهم السلام یه چیزی فرمود، میگه همون را باید دنبال کرد. نه. اگر با این سابقا صحبت شد مکرر، از بحث علمیش میگن قیمت شیء، قیمت هر چیزی، قیمت خونه، قیمت دلار. یعنی یه وقت این
خرید و فروشش همش با دلاره، بله اون دلار ملاک، اما اگه خرید و اما اگه دلار یک کالاست، نه اینکه پول که باهش میخرن و میفروشن، چون دلار یک کالاست، نه کالاست مثل چیزهای دیگه، عمله های دیگه. وقتی که یک کالا شد مثل زمین میمونه، مثل فرش میمونه، مثل طلا میمونه، و حکمش ملاک قیمتشه. اگه قیمتش بالا رفت اون اضافه خمس داره. این از نظر علمی علما بهش میگن حیث تقییدی. نعم و علیکم السلام. چی؟ بله بله. از زمین نه، از اعیانم نه، از قیمت بنا. ها ملکی که حالا چه باغ باشه چه خونه باشه که درش زندگی میکردن از زمین اون ارث میبره. اما اگه مغازه داره یا یک کسی بنگاهی خونه زمین میخره میفروشه، از همه اینا ارث میبره. املاک متعددی که اجاره میده، آها ازش ارث میبره. اما املاک متعددی که تو همش زندگی میکنه، یعنی فرض کن اونی که توش زندگی میکنه از زمین اون نمیبره، هم از همش میبره. بله از همه. بله همین مناسبتش همینه که اگه فرمودن لأن افطر یوما من شهر رمضان و اقضیه احب الی من ان یضرب عنقی، یعنی اجل من امروز نیست، اگه امروز روزه رو نخورم گردنمو میزنن، اجل من امروز نیست. ماها آدمای عادی نمیدونیم اجلمون کیه، اما امام معصوم که میدونن اجلشون یه وقت دیگه است، نباید کاری کنن که امروز بکشنشون. میدونم حضرت فرمودن یعنی من میدونم اجل من امروز نی، پس اگر امروز روزمو نخورم گردن منو میزنن، پس اجل من بعد تقدیم نباید بکنم من. بله این عرض کردم مکرر روایت. از این روایت روشن میشه امیرالمومنین صلوات الله علیه تمام قرآن را نوشتن، در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله بودن، هر وقت قرآن نازل شد بودن و نوشتن. اونای دیگه که قرآن می نوشتن بعضی وقتا بودن نوشتن، بعضی وقتا نبودن. و قرآن چند تا چیز بوده، یعنی جبرائیل که نازل می شده روایت داره، یه تیکه رو میخونده برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و عرض میکرده این قرآنه، بعد یه جمله یا یه کلمه میگفته، میگفته این تفسیرشه، بعد یه جمله یا یه کلمه میگفته، میگفته این تأویلشه. امیرالمومنین همه اینا رو مینوشتن که روایت داره بعد از شهادت پیغمبر صلی الله علیه و آله این قرآنی که نوشته بودن کامل که درش تنزیل و تفسیر و تأویل بود، اینو بردن برای اونایی که ادعای خلافت کردن، گفتن این قرآنه، اونا نپذیرفتن. اونی که درش دست برده شده، کم و زیاد شده،
که تو روایات ائمه نه یه روایت، نه 10 تا، نه 20 تا، نه 50 تا، تو خیلی روایات هست، اینا تنزیل و تفسیر و تأویل، نه خود قرآن. ائمه که فرمودن اینجور نازل شد، این مال تنزیلشه. مثل که اون آیه شریفه داره یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تا اینجا جبرئیل خوند برای پیغمبر، عرض کرد این قرآنه. بعد گفت فی علیین، جبرئیل گفت این تنزیلشه، یعنی شأن نزول این یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، شأن نزولش علی ابن ابی طالب، نه چیزای دیگه. بعدم بقیه آیه رو خون. این که تو روایات عرض کنم 10 ها و 10 ها روایت وارد شده که از ائمه، نه فقط کافی غیر کافی، حضرت فرمودن اینجوری نازل شد، این همون یا تنزیله یا تفسیره یا تأویل، این سه تا است. یکی از مراجع بزرگ که حاجی نوری رو دیده بوده، ایشون برای من نقل کردن که حاجی نوری گفته نوشتن فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب، این عدمش رو برداشتن اسمش رو گذاشتن اینجور. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.